ایمان آوردن به کتاب ها. چگونه بدانیم که الله پروردگار ما است؟ چگونه الله را عبادت نماییم همچنان که ما را به آن امر کرده است؟ و منهجی که از آن الله راضی است چگونه به آن برسیم؟ دانستن همه اینها از طرف کتاب های آسمانی است و آن کتاب ها و صحیفه های است که کلام پروردگار است، کلامی که آن به پیامبرانش نازل شده است. ایمان به کتاب ها رکن از ارکان ایمان ششگانه است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: ای مؤمنان، به الله و پیامبر او و آن کتابی که به پیامبر خود فرو فرستاده است و آن کتابی که پیش از او فرو فرستاده است ایمان آورید. سوره نساء آیه 136. پس ما ایمان می آوریم که همه آن حق و راست است و آن کتاب ها کلام الله سبحانه و تعالی است که در آن هدایت و نور است و آن پیامبرانی که به آنها آن کتاب ها نازل شده است آن کفایه است. و ما ایمان می آوریم به کتاب ها که آن کتاب ها کتاب قرآن، تورات، انجیل، زبور و صحیفه های ابراهیم و موسی هستند و قرآن کریم نسخ کننده همه کتاب های پیش از آن نازل شده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: و کتاب را به راستی به سوی تو فرو فرستادیم، تصدیق کننده آنچه از کتاب که پیش وی است و نگهبان بر وی. سوره مائده آیه 48. پس بر ما جایز نیست که به احکام از کتاب های گذشته عمل بکنیم مگر اینکه آن در قرآن کریم آمده باشد و الله سبحانه و تعالی حفظ و نگهبانی قرآن را تا روز قیامت به کفالتی خود گرفته است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: به درستی که ما قرآن را فرو فرستادیم و همان ما آن را نگهبان هستیم. سوره هجر آیه 9. و از فایده های ایمان آوردن به کتاب های آسمانی این است که یکم شکر پروردگار به آن عنایتی که به خلقش عطا فرموده است، زیرا به هر قوم کتاب نازل کرده است با آن کتاب راه و هدایت آنها باشد و آنها حکمت آن را بدانند. و از فایده های ایمان آوردن به قرآن کریم این است که عنایت، تلاوت، تعلیم، عمل و تدبر آن است. پس قرآن کریم نور آشکار است و راه راست است و موعظه و ذکر است و شفای صدرهاست. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: این قرآن کتاب است با برکت که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردمان در آیات آن تأمل کنند و تا صاحب خردان هنگیرند. سوره صاد آیه 29.